یک پیشنهاد خیلی خیلی خوب، خیلی مفید در مورد خانه های خالی در تهران که 530 هزار واحد گزارش شده، پیشنهاد شده که خانه های خالیتان را بدهید، زمین های مرغوب بگیرید. پیشنهاد خوبی است. آقای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی این پیشنهاد داده، گفته کسانی که دارای واحدهای مسکونی خالی یا طرح‌های نیمه تمام هستند، اگر واحد خود را در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار دهند، زمین مرغوب شهری می‌دهیم تا مجدداً ساخت و ساز کنند. به نظر من پیشنهاد خوبی است و اقدام خوبی است و میتونه جواب هم بده. اما در مورد مسکن گفتیم، حق مسکن کارگران بالاخره تصویب شده و از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان رسیده. به کارگرانی که چند ماه داشتن چک و چانه میزدند تبریک میگیم به خاطر این موفقیتی که امروز هیئت دولت اون رو تصویب کرده. اما باز وقتی مسکن میگیم باید قیمت مسکن رو هم بگیم، اجاره ها چقدر هست، در کجاها. در مجیدیه یک خانه 65 متری رو 130 میلیون تومان باید ودیعه بگذاریم، 3 میلیون و 200 هزار تومان هم باید اجاره بدیم. در تهران پارس برای یک واحد 84 متری 200 میلیون تومان باید ودیعه بدیم و 350 هزار تومان هم اجاره. و همینطور در یوسف آباد یک واحد 72 متری باید 320 میلیون تومان ودیعه بگذاریم. خیلی خیلی بالاست اجاره ها، قیمت ها، و دولت حتما باید فکر سریع تر از اون خانه های خالی، مالیات و دیگر چیزها بکنه. و اما یه اتفاق دیگری هم برای ملک و املاک و برای مسکن افتاده. چراغ معاملات ملک امروز در بورس کالای تهران روشن شد. یک باب واحد تجاری واقع در شهر جدید پردیس روی تابلوی بازار فرعی بورس رفته که با ثبت نهایی معامله نخستین ملک در بورس کالا پرونده جدید در معاملات بازار سرمایه کشور باز شده. این هم اقدام خوبی است که در بورس انجام گرفته برای ملک و املاک. اما بورس که گفتیم شاخص کل امروز باز هم کاهش داشته، 68094 واحد کاهش داشته. بر همین اساس آقای آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه ضمن تحلیل دلایل روند نزولی بازار گفته فعلا نه بخرید نه بفروشید، یعنی کاری نکنید در بورس. این پیشنهاد تحلیلگر یا بورس نویس مطبوعاتی آقای آقا بزرگی بوده، کارشناس هم هستن ایشون. و قیمت دلار چندان تغییر نکرده، 22800 تومان بوده و قیمت یورو هم 26800 تومان. اندکی پایین اومده نسبت به گذشته، همینطور سکه هم همینطور. سکه باز هم بالای 11 میلیون تومان داره خرید و فروش میشه و در کف بازار عمده فروشی 10 میلیون و 711 هزار تومان خرید و فروش میشه. به گزارش دیجی گولد هر اونس طلا هم در بازارهای جهانی امروز حدود 14 دلار کاهش داشته، پایین اومده و به 1986 دلار رسیده. و امروز هر دیجی گولد طلای 18 عیار هم 10574 تومان و 6 ریال قیمت گرفته. کسب و کارها همچنان کساد هست. اکثر کسب و کارها و لوازم التحریر به خصوص حدود 70% فروش لوازم التحریر افت داشته. این موضوع رو رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار گفته، آقای موسی فرزانیان. البته دلیلش هم کرونا است و هم تعطیلی مدارس. و غیر از این کشور به اصطلاح دوست ما چین، ایران رو در یک لیستی قرار داده تحت عنوان کشورهای پرخطر، یا در واقع خواسته از نام تروریستی استفاده نکنه، نام محترمانه پرخطر رو در انتخاب کرده. و در این لیست بانک‌های چین،
بر از ارائه هر گونه خدمات بانکی به این کشورها، یعنی ایران، کره شمالی، سودان، کوبا و سوریه منع شدند. حالا ایرانی ها نه تنها حق تبدیل ارز در بانک های چین را ندارند، حتی در فرودگاه و هتل ها نیز این خدمات به ایشان داده نمی شود. این مسئله دانشجویان، تجار و سایر شهروندان ایرانی را با مشکلات بسیار مواجه کرده است. واقعا مشکل بزرگی است. و اما یک توییت خواندنی از آقای دکتر پدرام سلطانی سر صفحه به دست من رسیده، متفاوت از حرفه ایشون که خودشون فعال اقتصادی هستند و از چهره های به نام اتاق بازرگانی تهران هم هستند. ایشون توییت کردند: به نوازندگان خیابانی حتما پول بدهید، نه برای کمک به آنان، برای کمک به شهر و مردم غمگینش، برای کمک به خودتان. لبان شهر از آتش نغمه و شادی در حال ترک خوردن است و چهره مردمش عبوس و درهم. به نوازندگان خیابانی حتما پول بدهید تا سازها نوای نو در اندازند و شهر به رقص آید. چه نثر شاعرانه‌ای به کار برده آقای پدرام سلطانی و چه حرف زیبایی زده. و اما آقای صادق زیبا کلام هم در یک یادداشت گفته است که تندروها مطمئن هستند که هر بلایی سر روحانی بیاورند، آقای روحانی سکوت و مماشات میکند. در پایان اشاره بکنم به یک خبر. گویا اخیرا ریاست جمهوری از آقای جعفر محمدی به اتهام نشر اکاذیب و توهین شکایت کرده است. آقای جعفر محمدی سردبیر سایت پرمخاطب عصر ایران هست. ایشون نامه دومی برای آقای رئیس جمهور نوشته و گفته: جناب آقای روحانی، خوشحالم که حقوقدان هستید و نه سرهنگ، و الا معلوم نبود که به جای شکایتی چنین واهی چه بر سرمان می آوردید. اما یادتان باشد که این رسم ریاست بر جمهور نیست که حتی تحمل یک نامه را هم نداشته باشید، آن هم نامه کسی که ریاست جمهوریتان را مدیون او و امثال او هستید که دو بار تمام قد پای شما ایستادن و مردم را تشویق کردند که به شما رأی بدهند و در تمام این 7 سال به خاطر سوی مدیریت‌های شما فوش‌ها شنیدند. و در قسمت دیگری از این نامه آقای جعفر محمدی نوشته: یادتان باشد که سال آینده این موقع شما رئیس جمهور سابق هستید و من همچنان روزنامه‌نگار هستم بدون قید سابق.